سلام بچه ها، خوش اومدید به این ویدیو. یکی از دوستان سوال پرسید و خب ملکه های من چند وقت جفت نمیرن. این قضیه برمیگرده به اول اردیبهشت که الان فرصت کردم که ویدیو براش تهیه بکنم. بچه ها نگاه کنید، پرورش ملکه و ایجاد یک کندوی جدید یا ایجاد یک ملکه خوب اینه که شما باید آب و هواتون رو نگاه بکنید و نرهای داخل کندوتون رو نگاه بکنید، ببینید بالغ هستن یا نه. بعضی از بچه ها خیلی هیجان دارن، مثل خود من که اولای زنبور داریم بود، خیلی هیجان داشتم که بیام شروع کنم به بچه گرفتن. این باعث شد که من ضعیف بشم تو این قضیه و ملکه های خوبی به بار نیاد و حتی ملکه هام جفت نرن، چون یکی از ملاک های مهمی که ملکه بتونه جفت بره آب و هواست. اگه آب و هوا خوب نباشه بس ملکه خوبی هم نداریم. باید قشنگ تنظیم بکنیم چه موقع از فصل آب و هوای منطقه هم خوبه. مثلا نگاه کنید توی منطقه‌ای که من هستم، آخرای اردیبهشت آب و هوا خیلی خوبه. یعنی چی؟ یعنی ثبات آب و هوایی دارم، یعنی آب و هوا سرد نمیشه، گرم نمیشه، بارندگی یه دفعه نمیاد، زنبور یه دفعه میره تو جمع میشه توی کندو، زنبور باید بره و بیاد و ملکه هم باکره باید بره و بیاد. اگه نرو بیاد خب این باعث میشه که ملکه خوب بالغ نشه و خوب نتونه جفتگیری بکنه و زنبورایی نرم که بیرون نباشن جفتگیری اصولی هم ندارن. پس دوستان اگه دارید بچه میگیری، اگه دارید ملکه میگیری، حتما آب و هواتون رو نگاه بکنید، ببینید مثلا ملکه من میاد 15 اردیبهشت در میاد. خب اینو نگاه کنید، ببینید 5 دیگه یا 6-7 دیگه آب و هوام چطوریه. اگه بدونید آب و هواتون خوبه، این بر اساس تجربه است، نه بیارید مثلا آب و هوا رو نگاه کنید، نه مثلا تو منطقه رفتید نگاه کردید این آب و هوا توی 15 16 یا 20 خیلی خوبه، بس من بیا اون موقع بچه مصنوعی بگیرم یا اون موقع بیا ملکه تولید کنم. این باعث میشه که ملکه خوبی داشته باشه. این خواستم جواب سوال بچه ها رو بدم، دوستان رو بهتون بدم که شما یکی از اصول این که ملکه خوب جفت بره اینه که باید آب و هوای مناسبی هم داشته باشه. دمتون گرم، مرسی بابت حمایت هاتون. لایک و سابسکرایب رو فراموش نکنید. این ویدیو رو هم برای دوستاتون بفرستید و منتظر جواب کامنت ها و کامل کردن این ویدیو هستم. تا ویدیوی بعدی، خدا حافظ.